فصل مدرسه و دغدغه مادرها برای خوراکی بچه ها، مخصوصا کسایی که کارمندن، سر کار میرن، وقت زیادی ندارن. امروز سه مدل ساندویچ خیلی سریع و راحت داریم، هم پروتئین داره، مقویه، سریع هم آماده میشه. سلام دوست خوبم، به آشپزخونه من خوش آمدید. امروز سه مدل ساندویچ داریم. اولین ساندویچمون با مرغ آماده میشه. میتونین شب قبل مرغا رو برش بزنین به هر اندازه‌ای که خواستین. این مقدار موادی که برای سه مدل ساندویچ من آماده کردم، هر کدومش 3 تا 4 عدد ساندویچ به شما میده. پس اگر خواستین یه مدلش رو درست کنین، مقدارش رو در نظر بگیریم. مرغا رو برش میدین به هر سایزی که خواستین. بعد مواد سس رو که من کامل براتون نوشتم با هم ترکیب میکنم. از سس خردلی که استفاده میکنید بنا به ذائقه خودتون، ملایم یا تند استفاده کنید. با هم دیگه ترکیب میکنم، مرغ ها رو داخلش میخوابونم، یک دست که شد سلفون میکشم میذارم یخچال. میتونید از 1 ساعت، بستگی به شرایط و وقت خودتون داره، تا 3 ساعت، همینطور تا 8 ساعت. من از شب قبل گذاشتم تا صبح. بعد از اینکه از یخچال آوردم بیرون، تابه روی گاز میذارم، یه کوچولو روغن میریزم و فیله ها رو توش سرخ میکنم. هر طرف فیله ها حدود 2 تا 3 دقیقه زمان میبره. میتونین از مایتابه های گریل استفاده کنید و اصلا از روغن استفاده نکنید. این فیله چون توی ماست خوابونده شده خیلی ترد و خوشمزه میشه، حتما امتحان کنید. بعد هم برش بزنید هر جور که دوست دارین و بعد هم روی نون لواش. من از نون لواش خونگی استفاده کردم. شما اگر که وقت و زمانش رو ندارین، میتونین نون لواش آماده بگیرین که من این ویدیو رو مخصوص درست کردم برای کسایی که اصلا وقت و زمان ندارن، مثل کارمندا، مادرایی که سر کار میرن، پدرایی که سر کار میرن و فرزندی دارن یا خودشون برای سر کار میخوان بتونن که استفاده کنن. حتما نباید که نون توی خونه درست کنن. اما اگر شما زمانش رو دارین و دوست داشتین، میتونید، من نون لواش رو توی کانال گذاشتم آموزشش رو، بزنید، لینکش رو بالا میذارم، بزنید روش ببینید. و که با همون نون لواش من گزلمه درست کردم، لقمه خیلی خوبیه، هم برای مدرسه هم برای کارمندا. بعد از اینکه نون لواش گذاشتین به هر سایزی که خواستین، نوناتون رو برش بدین، روش رو سس، مرغ، فلفل دلمه، خیارشور. بچه ها خیلی سیب زمینی سرخ کرده دوست دارن، میتونید سیب زمینی هم کنارش سرخ کنید. بعد هم توی کاغذ بپیچید، هم شکل تر میشه، هم راحت تر هستیم، چه خودتون چه بچه ها راحت تر هستن برای اینکه دستشون بگیرن. بعد هم بارش بزنید و نوش جان کنید. حتما این ساندویچ های امروز رو امتحان کنید. میرم سراغ ساندویچ دوم که راحت تره، ساندویچ سوم خوشمزه تره. البته که این ساندویچ هم خیلی خوشمزه است. من از 2 تا دونه سوسیس استفاده کردم. میتونین دوست داشتین از کالباس هم استفاده کنین، حتی از همون مرغ ریش شده و یا گوشت چرخ کرده. از هر کدوم که استفاده میکنین، هیچ روغنی نداشته باشه که از نون بیرون نزنه، چه خودتون چه بچه هاتون اذیت بشن. من سوسیس رو خرد میکنم، ریز خرد میکنم، توی کمی روغن یه دونه گوجه رو خرد کردم و تفت میدم، فلفل دلمه، سیر، هر کدوم که دوست نداشتین چه خودتون چه بچه ها میتونین حذفش کنین. و بعد هم سوسیس رو کمی تفت میدم، همه که یک دست شد. البته تو تمام این ساندویچ هایی که استفاده کردم ادویه هم هست، ادویه ها رو به ذائقه خودتون اضافه کنید. کامل که میذارم سرد شد، از نون لواش باز استفاده میکنم. از نون های دیگه هم میتونید استفاده کنید، از نون تافتون، نون هایی که تخت هستن راحت تره. حتی میتونین از
بورک استفاده کنید، خمیرهایی که برای بورک استفاده میشه، ولی بعدش حتما گریل کنید یا تو دستگاه های ساندویچ ساز بذارید که گریل بشه. حتی همین رو هم میتونین گریل کنید. من این یکی رو به صورت مثلثی خواستم بپیچم که ببینید به هر جور که دوست داشته باشین میتونید بپیچین. من یکی رو مثلثی میپیچم و بعد هم توی دستگاه اسنک پز یا ساندویچ ساز میذارم که دیگه بستگی به خودتون داره. خواستم نشون بدم که از هر چیزی میتونه استفاده کنی، حتی رو همون تابه معمولی روی گاز میتونید گریل کنید اگر دوست داشته باشید. ولی من چون از نون لواش استفاده کردم، اصلا هیچ کدومو، فقط این دوتا رو نشون دادم که میتونید استفاده کنید. من اصلا گریل نکردم، بعد هم توی کاغذ میپیچم و شکلات پیچ میکنم و برش میدم. حتما این یکی هم امتحان کنید. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینی، اگه تا اینجا همراه هم بودی و این ویدیو رو دوست داشتی، ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنی، زنگوله کنارش هم روشن کنی تا ویدیوهایی که بعد برات میذارم بهت نشون داده بشه. مرسی از اینکه ویدیو رو میبینی و لایک میکنی، چون برای این ویدیوها خیلی زحمت کشیده میشه. برم سراغ ساندویج سوم. گوجه، پیاز، قارچ من خورد میکنم. اگر که هر کدوم دوست نداشتین میتونین حذفش کنید. یه کمی روغن، اول پیاز رو تفت میدم، دو سه دقیقه که گذشت سیر رو اضافه میکنم. سیر و پیاز رو با هم تفتش ندیم چون سیر زود میسوزه. یه کوچولو که آب انداخت در حد دو دقیقه کافیه. بعدش طبق ویدیو که میبینید من مواد رو یکی یکی اضافه میکنم و با هم دیگه ترکیب میکنم. توی این ساندویچ من از مرغ ریش شده استفاده کردم. قبلا مرغ پخته بودم، یه کمی اضافه اومده بود، حدود 150 گرم. همین 150 گرم سه تا ساندویچ به من داد. 150 گرم مرغ رو ریش میکنم. اگر که نداشتین میتونین همین مقدار با آب و نمک و فلفل سیاه، فقط در حد اینکه مزه دار بشه بپزین، بعد ریش کنین، اضافه کنین. در آخر این ساندویچ من جعفری اضافه میکنم به همراه پنیر پیتزا یا موتزارلا، بستگی به ذائقه خودتون داره. موتزارلا اگه داشته باشین خیلی خوشمزه تره. در حد اینکه پنیر آب بشه کافیه. بعد هم میذاریم موادمون کامل سرد بشه و برای روی نونها استفاده میکنم. توی این ساندویچ کلا اگر که از مرغ استفاده میکنید، حتما از سس خردل استفاده کنین، چون ترکیب سس خردل با مرغ فوق‌العاده جذاب و خوشمزه است. من روی نون لواش، یعنی تمام این ساندویچ ها، سه تا ساندویچ از نون لواش استفاده کردم، از یک مدل نون. شما از چند مدل میتونید استفاده کنین، حتی گفتم از خمیرهای بورک، چه خمیرهایی که مثلثی بورش خوردن، مستطیلی، هر کدوم که دوست داشته باشین. اگر از اونها استفاده کردین حتما گریل کنید یا سرخش کنید توی کمی تابه، یا بریزین بذارین توی سینی فر، روش رو کمی روغن زیتون بریزین بذارین توی فر، در حد 5 تا 6 دقیقه کافیه، فقط به خاطر اینکه اونها خمیره، خمیر باید پخت بشه تا بچه های عزیزتون دل درد نگیرن. من ساندویچ ها رو کامل پیچیدم توی کاغذ، شکلات پیچ میکنم و خورش میکنم. مرسی از اینکه ویدیو رو میبینین، لایک میکنی، کامنت میذاری. اگر ویدیو ها رو دوست داشتی برای دوستانت هم به اشتراک بذار. همونطور که دیدی ویدیوی امروز کمی متفاوت بود. از این مدل ویدیو اگر دوست داشتی حتما برام کامنت کن. ممنونم. خدا نگهدار.